بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت. با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با گفتگوی هفته. در این برنامه با مهمانم دکتر جمشید اسدی اقتصاددان خواهم بود تا ببینم تصمیم جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانک ها چه تأثیری بر صاحبان سرمایه خواهد گذاشت و نیز به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا این تصمیم بر اساس فرایندی کارشناسی اتخاذ شده یا آنطور که منتقدان میگویند تبانی بانک مرکزی است با رؤسای بانک ها که با فشار دولت صورت گرفته. با ما همراه باشید. پس از اختلاف نظرهای فراوان سرانجام نرخ سود بانکی در ایران تعیین شد. با تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌های ایران موظف شدند از 15 اردیبهشت ماه میزان سود بانکی را کاهش دهند. بر اساس این مصوبه حداکثر سود سپرده‌های یک ساله با 2% کاهش 20% تعیین شده. این نرخ پیش از این 22% بود. برخی از کارشناسان این سیاست را مخرب می‌دانند و بانک مرکزی اعتراف می‌کند این تصمیم یک راه حل پایدار نیست. فرق از این که کاهش نرخ سود بانکی به نفع چه کسانی خواهد بود، اما روال طی شده برای تعیین این نرخ ابهامات زیادی ایجاد کرده است. جلسه مشترک مدیران عامل بانک ها و سپس جلسه آنها با رئیس کل بانک مرکزی 3 روز پیش از جلسه شورای پول و اعتبار مجموعه بانکی ایران را در معرض اتهام تبانی قرار داده است. منتقدان میگویند این اقدام خلاف قواعد اقتصادی است، چون ارائه دهندگان خدمات بانکی باید در رقابت با هم به عرضه تحصیلات و خدمات بپردازند و نه در توافق با هم. اما کاهش نرخ سود بانکی به نفع چه کسانی است؟ سود و زیان اقتصاد ایران از کاهش سود سپرده های بانکی چیست؟ آیا روش تعیین نرخ سود از سوی بانک ها روشی مرسوم در نظام بانکداری جهانی است؟ این پرسش ها را با مهمانم دکتر جمشید اسدی اقتصاددان که از پاریس با ما همراه هستند در میان میگذارم. درود بر شما و خیلی خوش آمدید به برنامه. درود بر شما خانم، سپاسگزارم که منو بازم در برنامه‌تون پذیرفتید. درود میفرستم به هممیهنان عزیز. آقای دکتر، همونطور که در جریان هستید، رؤسای بانک ها در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتند تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی رو کاهش بدن. تأثیر این تصمیم بر صاحبان سرمایه‌های کلان و شهروندان عادی چیست؟ پیش از اون که به طور مستقیم به پرسشتون پاسخ بدم، اجازه دهید بگویم که اصولاً چرا نرخ سود بانکی رو کاهش میدن، با چه نیتی؟ کمان که مثلا در اروپا چنین کردند و بسیاری از صاحب نظران از جمله دلایل رونق اندک اقتصادی در غرب و در اروپا رو یا دست کم دورنمای رونق اقتصادی در غرب رو به چند دلیل نفت و نیز کاهش نرخ سود می‌دونند. ببینید، یک بانک مرکزی نرخ سود رو کاهش میده. یعنی چه؟ یعنی او کسی که قرض میکند حالا باید بهره ای رو که پس بده به بانک کمتر از گذشته باید این بهره رو بگیره. یعنی چه؟ یعنی وامی رو که گرفته واسش ارزان تر تمام میشه. خب این انتظار میرود، این امید میرود و برای همین هم هست که نرخ بهره رو پایین میارن. آره، اسمش رو گذاشتن سود بانکی، که کسانی بیشتری از دست‌اندرکاران اقتصادی، کارآفرینان به خود بگویند که چون الان وام گرفتن ارزان شده است، خوب وام بگیریم و فعالیت اقتصادی بکنیم. به این نیتی که این کار میکنند. اما این احتیاج به یک فضای کسب و کار مثبتی داره. تا او نباشه این فرع است بر اون اصل، این شدنی نمیشه. کما اینکه بنابر گزارش هایی که همین روزها از خود ایران آمده است،
مثلا این اتفاق کوچکترین تأثیر مثبتی برای کشور در مورد برابری نرخ ارز یا قیمت طلا نداشته. پس من فکر میکنم به روشنی اینو الان خدمتتون عرض میکنم، در چنین شرایطی کاهش نرخ سود در چنین شرایطی فایده ای به حال اقتصاد کشور نخواهد داشت. اما پرسش شما این بود که این به نفع چه کسانی تمام خواهد شد؟ خب من فکر میکنم باز اگر طبق این شرایط باشه همون نتیجه ای رو خواهد داشت و همون کسانی سود خواهند برد که در زمان آقای احمدی نژاد بردن یا قبل از آقای احمدی نژاد، یعنی کسانی که امکان وام گرفتن رو دارند، اما این که این وامو که با قیمت ارزان تر میگیرند آیا به کار فعالیت اقتصادی و افزودن اشتغال میزنند یا نه بحث دیگری است که معمولا نمیزنند. من فکر میکنم واسم بسیاری از کسانی که صاحب نفوذ هستند میتونن به وام های کلان دسترسی پیدا بکنن بدون اینکه اقتصاد ما رونقی پیدا بکنه، تولید و به دنبال آن اشتغال بالا بره. پرسش من این هستش که تاثیرش بر کسانی که سرمایه های خرد دارن در بانک ها، اصولا سرمایه کلان ندارن و معمولا اینا طبقه متوسطی هستن که پولاشون رو در بانک نگهداری میکنن تا از سود سپرده هاشون برای کمک مخارج و هزینه های زندگیشون استفاده کنن، تاثیرش بر این گروه از جامعه چی هستش؟ ببینید دو حالت اتفاق میفته. وقتی که یک خانواده که خب کلان سرمایه دار نیست به این وام ها دسترسی پیدا کند چه می شود؟ یه وقت ممکنه که این وام ها رو این خانواده های کم درآمد برای مثلا خریدن خانه یا برای به راه انداختن یک کسب و کار کوچک مورد مصرف قرار می دن. خب اگر برای یک همچین کسب و تجارت باشه، برای به راه انداختن تولیدی باشه، حالا یا با خریدن خانه یا با یک کسب و کار رو انداختن، در این صورت ما برمیگردیم به همون مشکلی که در مورد پرسش اول بدان اشاره کردیم و اون این است که فضای کسب و کار در کشور چگونه است؟ آیا آمادگی استقبال از حالتهای اقتصادی رو داره یا نداره؟ خب من فکر میکنم هنوز نداره با این شرایطی که وجود داره، کمان که میبینید این فعالیتها به راه نیفتاده و علارغم تکانه روانی مثبتی که ایجاد شد با دورنمای توافق هسته‌ای، با این انتقادهایی که از چپ و راست در ایران میکنن و احتمال کارشکنی میره و اتفاق ناگوار تنکه هرمز و نوعی رزمایش نشون دادن، خب اینا دورنما رو هم تیرو تار میکنه. در نتیجه باز من فکر میکنم که برای فعالیت اقتصادی حتی در سطح خانواده‌های کم درآمدتر یک پیامد قابل اتکایی نخواهد داشت. اما ممکن است هم که خانواده های کم درآمدتر وامو بگیرن برای مصرف نه برای سرمایه گذاری، برای هزینه های جاری. این اتفاق در زمان آقای احمدی نژاد هم افتاده بود و اگر خاطرتون باشه همون جایی شد که بسیاری از چک های محل صادر شده بود و چکایی که بانک‌ها نظام بانکی نمیتونست نقد بکنه بگیره. البته بعضی از این چک‌ها از سوی اشخاص ناباب نابکار صادر شده بود، ولی خیلی هم کسایی بودن که اینها حتی کاسب بودن ولی نمیتونستن وام خودشونو پس بدن. من فکر میکنم اگر در شرایطی که باز تکرار میکنم، امیدوارم این نکته خدمت بینندگان عزیز روشن باشد، مادامی که فضای کسب و کار مثبت نیست و تولید راه نیفتاده است، خانواده های کم درآمد هر کاری هم استفاده بکنن زیان آن بیشتر از سودشه. ممکنه مثلا این وام ها رو بگیرن و دیگه نتونن به بانک پس بدن. مادامی که وضع مادیشون بهتر نشده، کاری پیدا نکردن، شغلی پیدا نکردن. به تجربه های مشابه در دولت آقای احمدی نژاد خواهیم پرداخت، اما آیا تعیین نرخ دستوری میزان سود سپرده ها توسط رؤسای بانک ها در نظام بانکداری جهان اصولا مرسومه و اساسا در این پروسه چقدر باید نظر بانک ها لحاظ بشه؟ خب بله، ببینید اینم یک سوال بسیار مهم نیست. ما باید دیدمون رو نسبت به پول اول ببینیم چه است.
پول یک کالایی است مثل هر کالای دیگه، به خصوص برای بانک. ببینید شما مثلا یک لوازم خانه کسی میفروشه با یه بانک، مشابهت اینها در چیست؟ تفاوت اینها در چیست؟ یکی روی لوازم خانگی کار میکنه، یکی در مورد پول و خدمات مالی کار میکنه. شباهتشون در چیست؟ هر دوی اینها کالای خودشون، بانک پول، اون کسی که تو کار لوازم خانگی است، مواد اولیه، اینها رو میگیرن و بعد کالاشون رو که تموم کردن و فروختن اینو با نرخ بالاتری میفروشن که سود داشته باشن. در این مورد کار بانک شبیه کار یک مثلا نانباز، شبیه کار آهنگر، شبیه کار کفاش، شبیه کار خیاط لباس فروش، یعنی یک کالای رو میخره، یک نرخ سودی داره و بعد کالا رو میفروشه. وجود اون سود باعث میشه که اون لباس فروش مثلا یا اون تاجر بتونه ادامه به فعالیت خودش بده، کار خودش رو رونق بده، استخدام بکنه کارگر و به فعالیتش ادامه بده. حالا برای بانک چطور است؟ بانک اون هم همین کار رو میکنه، پول میگیره از من و شما سپرده میذاره، به ما مثلا میگه سپرده رو با این مقدار من به شما پس میدم، لابد ما هم تشویق میشویم که پول خودمون رو سپرده بذاریم. این پولا رو که جمع کرد به کسی دیگه وام میده، میگه من حالا این پول درشتی دارم مثلا برای ساختن یه کارخانه بزرگ به شما میتونم وام بدم، از همین پولای کوچیکی که از ما جمع کرده به اونم با یه نرخ بهره میده. و ببینید اینجا سیستم با یک لباس فروش فرق نکرده، لباس فروش لباسا رو به یه قیمتی میخره، با سود بیشتر به کسی میفروشه. بانک به چه قیمتی میخره پولو؟ به قیمتی که به شما نرخ بهره میده رو سپردتون. این باید با یک نرخ بالاتری اینو بفروشه برای اینکه بتونه به فعالیت بانکی خودش ادامه بده. حالا اگر کسی نرخ بهره رو تحکیم بکند، حکم بدهد، دستور بدهد به طریقی که بانک نتونه حساب سود و زیان خودش رو تراز بکنه، خب این ورشکستگی دنبال داره، چنان که در زمان آقای احمدی نژاد هم میشد. میفرمایید آیا در غرب چنین کاری میکنن؟ بله میکنن، در شرایط خیلی استثنایی و در شرایطی که کسب و کار، فضای کسب و کار اول در کشورشون درست شده باشه. پس در واقع میفرمایید که این روشی معمول هست در دنیا که رؤسای بانک ها بشینن و نرخ سود رو با هم تعیین کنن، یعنی این نرخ سود رو در واقع معادلات بازار تعیین نمیکنه. آیا من درست منظور شما رو متوجه شدم؟ تکرار بفرمایید پرسشو. مقصودم این هستش که من استنباطم از صحبت های شما این هستش که در دنیا هم به این شکل مرسوم و معمول هست که رؤسای بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه بذارن و نرخ سود سپرده ها رو مشخص کنن. آیا این مرسوم هست در دنیا؟ ببینید همین رو عرض میکنم، اولا بانک ها هر کدوم نرخ سود خودشو داره، نرخ بانکی کسی واسه همه اونا تعیین نمیکنه، نخیر همه اونا برای خودشون داره. آخه ببینید دو قسمت داره، یکی بانک برای اینکه همیشه صندوقش پر باشه و بتونه قرض بده باید صندوقش پر باشه. خب این صندوق پر رو از کسانی مثل ما دارندگان حساب، سپرده گذاران، از اینا میگیره. اگر این پول کم باشه میره سراغ بازار مالی یا حتی ممکنه از بانک مرکزی این پولو قرض کنه که بعد به کسان دیگه قرض بده و از اون قرض کردن و این قرض دادن یه سودی بکنه. این که به چه نرخی قرض کرده است، یه بانک ممکنه از یه بانک دیگه قرض بکنه و چقدر این پولی که قرض کرده با چه نرخی به کسی دیگه میده، در غرب آزاد بانک برای اینکه این کارو بکنه.
اما از میخوام آقای دکتر، برخی از کارشناسان صحبت از تبانی میکنند و استدلالشون هم این هستش که جلسه‌ای که مدیران بانک ها بعد از ساعت اداری با رئیس کل بانک مرکزی داشتن خلاف قواعد اقتصادی است، چون ارائه دهندگان خدمات بانکی باید در رقابت با یکدیگر به عرضه تسهیلات و حالا خدمات بپردازن، نه در توافق با هم دیگه. آیا واقعا تبانی در کار بوده؟ خب ببینید، اینم باز یک مسئله است که باید بهش پرداخت. در زمان آقای احمدی نژاد هم ما اینو دیدیم. ببینید، اگر در شرایط اقتصاد بازار بنیاد تبانی بشود بین رقبا، حقوق تجارت به اشد مجازات محکوم میکنه. در غرب اینطوره. خب اما در شرایط اقتصاد بازار بنیاده، یعنی به بانک‌ها میگن اگر فکر میکنید رقابتی نیستید، کوشش بکنید که از جای ارزان‌تری قرض بگیرید، به کسی بدهید که یک نرخ بهره بالاتری حاضر به شما بپردازه و شما یه سودی داشته باشید. بله، اگر در اونجا کسی تبانی بکنه این مجازات میشه. اما در کشور ما که سیستم بانکی سر این نرخ بهره بانکی دستوری بارها ورشکسته شده و در آستان شرکت ورشکستگی قرار گرفته، قابل فهم است که بانک‌ها دور هم جمع بشن بگن چطوری ما کار انجام بدیم که از بین نریم. ببینید فرق داره. درسته تبانی محکوم است، کار درستی نیست بین رقبا در هر شاخه صنعتی، اما در شرایطی که اقتصاد بازار بنیاد باشه. در شریک اقتصاد بازار بنیاد نیست، خب اونا اگر این کار نکنن ورشکسته میشن. ببینید درسته که اگر یه مثالی بذارم برای اینکه بینندگان عزیز متوجه بشن، درسته که از در غرب اگر شما نشیهی داشته باشید که این ثبت نشده، این کار غیر قانونیه. چرا؟ چون دولت اولا کمک میکنه، دوم میگه بر مبنای ثبت شما من باید بدونم مالیات بگیرم یا نگیرم، سوم اینکه اگر شما به کسی تهمت زدید من بتونم بیام بدونم کیو تحت تعقیب قرار بدم اگر به شهروند دیگری تهمت بزنه. اما هیچ وقت نمیشه که دولت بگوید که نشریه ای رو من میگم چی باید بگه و اگر به فلان مقام معظم احترام نذاشتی من توقیفت میکنم. آری، در شرایط اگر نشریه‌ای بدون ثبت چاپ بشه کار غیر قانونی نادرسته. اما اگر در کشوری اجازه فعالیت آزاد به نشریه ندن و اگر دادن هر دو هفته یه بار درشو ببندن که چرا این حرفو زدی چون حرفو زدی، خب قابل فهمه که کسی نشریه مخفی در بیاره، شبنامه در بیاره. آره، در مورد اقتصاد هم همینه. یه وقتی از اقتصاد بازار بنیاد رقابت عادی وجود داره، در اون شرایط تبانی کردن میان رقبا جرم، اما یه وقتی از یک نرخ خاص میدن، یه دستورات خاص میدن که این باعث ورشکستن میشه، خب میشه فهمید که چرا دست اندرکاران با هم دیگه جلسه میذارن و صحبت میکنن. پس شما در واقع احتمال تبانی رو منتفی نمیدونید؟ نه در این شرایط من فکر، ببینید در این شرایط اینطور نمیشه شیپور رو از سر گشاد آن دمید، نمیشه شهروند رو زیر فشار گذاشت و بعد گفت که کار غیرقانونی میکنیم. چرا بسیاری از دستندرکارا در ایران، دستندرکارای اقتصادی، وقتی که مثلا بعضی از کالاها رو تهیه میکنن بدون قبض تهیه میکنن، برای اینکه یک قاچاقچی هایی که خب سپاه پاسداران هم در اینها هست، اینا رو به قیمت ارزونتر از یه جاهای مخفی وارد میکنن، جایی که تو بازار پیدا نمیشه اونا میتونن بخرن. خب اینو کار غیر قانونیه، اما در شرایطی که قانون ظالمانه است و یکسان نیست، کسی زشتی و قبحی بر این قانون شکنی قائل نیست.
اما منتقدان، یک سری از منتقدان هستند که معتقد هستند تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده توسط رؤسای بانک ها و خارج از سازوکار بازار باعث میشه تا فعالیت های اقتصادی با هزینه های غیر واقعی تنظیم بشه و اصولا پیام غلط و ناروشنی به فعالیت های اقتصادی میده. چقدر با این استدلال موافقید؟ من 100% موافقم با این استدلال، 100% موافق هستم. ببینید خب آخه نگاه بکنید، مثلا فکر کنید ما یک اتومبیلی تو ایران داریم و بعد ما میگیم این اتومبیلی که ایران ساخته شده این قدرت اونو داره که رقابت بکنه با کالای خارجی، میگیم خیلی کار خب، پس اگر یک ما اتومبیل دیگری وارد بکنیم کماکان مردم میرن این اتومبیل های خودروهای ساخت کشور رو میخرن چون رقابتیه. اما برای اینکه خودروی ساخت کشور رقابتی بشه دولت بگه شما مالیات ندید، اون آهن و آلومینیومی هم که میخرید ما یارانه میدیم به یه سوم قیمت بشه، حقوق کارگرا رو ما میدیم بهتون. خب به این ترتیب این کالا که بخواد، این دیگه توجیه اقتصادی نداره، یعنی ضرر افتاده به دوش دولت، دولت هم از جای دیگه نمیتونه بگیره جز این که از یارانه ها و حقوق اجتماعی مردم بزنه برای اینکه این کاری رو بکنه. نه فعالیتی توجیه اقتصادی دارد که در شرایط رقابت آزاد سودش بیشتر از زیانش باشد، این میشه فعالیت اقتصادی، در غیر این صورت توجیه نداره. در بحث منتقدین خیلی ها هم تعیین دستوری میزان سپرده رو ناشی از خواست و فشار دولت میدونن و اصولا این رویکرد رو عامه پسندانه میدونن و نه کارشناسی. اگر این فرضیه رو قبول کنیم، دولت با چه هدفی شورای پول و اعتبار رو برای کاهش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار گذاشته؟ دو دلیل عمدتاً میتوان برشمرد. یه دلیل تحلیل نادرست دولته که فکر میکنه اگر نرخ بهره رو در این شرایط پایین بیاره کسب و کار اقتصادی به راه خواهد افتاد، چون این نیست. اول باید فضا درست بشود، بعد با نرخ بهره، سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست بودجه، مثلا اگر دولت کاری بکنه کاری بکنه، ولی اول باید اون فضای کسب و کار درست بشه. پایین اومدن بهره بانکی اصولا همونطور که خودتون بهتر میدونید معناش اینه که صاحبان سپرده ها تشویق میشن تا سرمایه ها و سپرده هاشون رو از بانک ها خارج کنن و توی فعالیت های دیگری اونها رو به کار بگیرن. آیا این کاهش اونقدر هست تا چنین تشویق رو در سپرده گذاران ایجاد کنه؟ بله، این البته ما ببینید، این خبر اخیری که من از ایران میخوندم این است که خب این احتیاج به تفسیر بیشتر داره، این است که هنوز تقاضا برای ارز و طلا هنوز تقاضای استواری است، هنوز تقاضای محکمی است. خب بعد یه مدت دیگری بگذره، من برای اینکه به طور روشن‌تر به پرسش شما پاسخ بدیم. خب همه مردم که این امکان رو ندارن، اما کسانی که این امکان رو دارن پول خودشون رو از بانک بیرون میکشن، یا طلا میخرن یا ارز میخرن. این امکان هست، ولی هنوز ما مدت زمان زیادی نشده که بفهمیم آیا مردم با تغییر نرخ سود چون این کاری خواهند کرد یا نه. مضافاً بر این که بعضی از مردم سپرده درشتی ندارن که بخوان یک همچین کاری بکنن، مثلا شما با یک سپرده محدود خریدن ارز و طلا تغییر خاصی در زندگیشون نخواهد داد و ترجیح میدن اون نقدینگی، اون پول بیشتر در دسترسشون باشه. من همین سوال، خب البته یک پرسش بسیار مهمی است، من میترسم اگر پاسخم طولانی تر بشه وقت برنامه اجازه نده. ببینید، ولی به اختصار بگم، به کوتاهی بگم، برای کسی که پول زیاد داره بلا فاصله میتونه سرمایه گذاری های درشت بکنه، ولی برای کسی که پول سپرده کم داره همین بیرون کشیدن از بانک و
حق المزد و این عوارض رو دادن، باز از اون سرمایه کوچیکش خواهد کاست. اونا ممکن است تا یه مدتی تو این شرایط ادامه بدن، ولی به معنی خرسندیشون از این شرایط نخواهد بود، چون بدین طریق پولشون با در نظر داشته تورم در بانک اگر نرخ بهره بخواد اینقدر باشه کاهش پیدا میکنه، یعنی پول کمتری در آینده خواهند داشت. آقای دکتر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، یک نگرانی دیگری هم در میان مخالفان وجود داره که کاهش سود تسهیلات به نفع بنگاه‌های بزرگ دولتی تموم میشه و بخش کمی از تسهیلات بانکی به بخش خصوصی و واحدهای کوچک اقتصادی پرداخت میشه. این نگرانی چقدر جدیه؟ در شرایطی که فضای کسب و کار به راه نیفتاده است، کسی که واقعا میخواد فعالیت اقتصادی بکنه حتی با 2% پایین آمدن نرخ سود بانکی وام نمیگیره. اما این به این معنی نیست که هیچ کی وام نمیگیره. این اطمینان دارن یا این امید رو دارن که نظام بانکی در مورد باز پس گرفتن وام ها اونها رو زیر فشار نمیذاره، خب وام میگیرن، ولی نه برای کار عمرانی. خیلی دکتر عذر میخوام، در ایران نزدیک به 7000 مؤسسه مالی و اعتباری وجود داره که اغلبشون خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنن و معمولا برای جذب هرچه بیشتر منابع سود سپرده‌ها رو با ترفندهای مختلف بالا میبرن و به نرخایی که بانک مرکزی ارائه میده اصولا بی توجه هستن. چقدر این تصمیم بانک مرکزی برای این گونه مؤسسات مالی و اعتباری الزام آوره؟ بله، اجازه بدید من یک بخش آخر پاسخمون به پرسش پیشین شما بدم. در شرایطی که نرخ بانکی پایین اومده اما فضای کسب و کار آنچنان نیست که کارآفرینای واقعی بخوان پول قرض بکنن، کسانی پول قرض میکنن که خیالشون از بابت اینکه اگر پس ندن گرفتار نخواهند شد بالاست. عمدتا کسانی هستند که وابسته به بنگاه‌های حکومت و به بنگاه‌های نظام هستند که ما در سطح گسترده اینو در دوران آقای احمدی نژاد دیدیم، خیلی کسا پاسخ ندادن. اما به رپورتش جدیدتون، ببینید همین مؤسساتی که مثل صندوق‌های قزل‌حسنه و دیگر که اینها زیر حساب نظام بانکی نیستند و دستشون بازتره، کارو برای مؤسسات بانکی دشوارتر میکنه، که این هم مدت ها مورد اعتراضشون بود و بارها این طرح مطرح شد که تمام بانک هایی که فعالیت مالی دارن اینا هم باید بیان توی نظام بانکی، که خب فعلا تا امروز نیامدن. یک نکته دیگه اگر اجازه میدید عرض بکنم در رابطه با دوتا پرسش پیشینی که کردید، ببینید اگر فضای کسب و کار باز نشود وام گرفته نمی شود برای کار تولیدی واقعی، گرفته بشه برای فساد. صحبتی که امروز یا دیروز بود خاطرم نیست مقام معظم رهبری می کردن در مورد این که اینقدر حرف فساد نزدید، یه بار زدید بست دیگه، چرا همچین صحبتی رو می کنن؟ چون خود ایشون هم می دونن فساد از میان رفتنی نیست طبق این شرایط. اگر بخوان مرتب خود نشریات کشورم در مورد کشف این، تقریبا هر روز هر هفته ای صحبت از کشف یک فساد بزرگ تازه میشه. خب این نشون میده که این نظام نمیتونه بدون این فساد زندگی بکنه. از جمله دلایل این فساد همینه: کارآفرین وام نمیگیره برای کار، کارآفرین واقعی، کسی این وامو میگیره که میخواد خارج از تعهدات رو که در مقابل بانک قائله از اون پول استفاده کنه، همین یعنی فساد. چون خود مقام رهبری هم میدونه که این جزء ذاتی نظام فرع بر اون نیست، خب یا باید اجازه بده که همه صحبت بکنن. این از زمان آقای خمینی سال 1360 خوب به یاد دارم که در این مورد اشاره کردند، ادامه دارد تا به امروز. خب این نشان میده که این نظام فساد دران استثنا نیست، اصل است، و این چیزی نیست که مقام معظم رهبری بخواهد که جهانیان و ایرانیان به اون آگاه بشن، که البته هستن.
بانک مرکزی اعلام کرده که این تصمیمی که گرفته در عمل راه حل پایداری نیست. آیا می توان این اعتراف بانک مرکزی رو نشونه ای از غیر کارشناسی بودن این تصمیم تلقی کرد؟ بدون شک. ببینید این رو بانک مرکزی داره میگه. رئیس بانک مرکزی هم که اپوزیسیون انتخاب نمیکنه، همون دولتی انتخاب میکنه که بر اجرای این کاهش نرخ سود فشار آورده. خب یعنی خودشون هم میدونن چون این کاری نیست. یعنی این دیگه الان دیگه ما به طور کلی در این مورد بحث و صحبت کردیم. اقتصاد ایران اگر بخواهد به راه بیفتد، اول فضای کسب و کار رو درست میکنن، بازار بنیاد میکنن، انحصارات رو از میان بر میدارن. این یکی از تعهدهای آقای روحانی بود که شوربختانه بدان وفا نکرد. اول این کارها رو میکنن، بعد اون وقت با توجه به شرایط اقتصاد کلان اون وقت یا یه سیستم مالیاتیه یا یه سیستم مالیه یا یه سیستم بودجه است، نرخ بهره است، اینا رو بعد میشه در موردش تعیین کرد. اما اون اصل مادامی که نادرسته، اینها جز به رشد فساد به چیز دیگری کمک نخواهد کرد. دکتر جمشید اسدی، بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه. من هم به نوبه خود بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم که منو پذیرفتید در برنامه خودتون. تا فرصتی دیگه بینندگان عزیز رو درود میفرستم. دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از پاریس با ما همراه بودند. برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو روی صفحه تلویزیون میتونید مشاهده کنید. با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید. شب و روز شما خوش.